ཚཚཚན <im> ཚརྭྟ به نام خداوند جان و خرد که برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای به نام خداوند بخشنده مهرمان سلام ارز میکنم خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم و برنامه خودتان مکتب حادی خوش آمدید عزیزان قند به جلسه شانزه هم. از مضمون ادبیات دری رسیدیم درس امروز ما عنوانش فردوسی است در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی با شما خواهیم بود در بخش دوم در ادامه در حوزه دستور زبان میپردازیم به یک مفهومی تحت عنوان زمیر اشاره عزیزان قند در فضای مجازی کانال ارتباطی ما را دنبال کنید دو سفر نو و شست شس چهل است کانال ارتباطی ما با شما دوستان است آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خواهیم بود دوستان عزیز به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد جلسه درس جدید شویم جلسه نو را با کار خانگی جلسه قبل در واقع آغاز میکنیم در جلسه قبل یک کار خانگی دادیم و سوالی از شما خواستیم با این عنوان اسم فعل خواندن را تصریف و شناسه های آن را مشخص کنید در جلسه قبل در مورد چگونگی تصریف یک فعل یک در واقع فعل و یک ساختاری تحت عنوان فعل اسم فعل و مصدر آشنا شدیم و شناسه را برای شما توضیح دادیم گفتیم نام دیگر شناسه در ساختار کتاب شما به نام زمایر متصل از او یاد شده خب حالی ما میخواییم یک کلمه ای داریم تحت عنوان اسم فعل از خواندن اسم فعل نام دیگر چی, دو... چی بود دوستان؟ اسم فعل نام دیگر چی بود دوستان اسم فعل مستر بود مستر چیست مستر کلمه ای است که شبیه ده فعل است مانند خواندن خوردن گفتن رفتن پوشیدن این کلماتی که در انتهایش نون دارد نگاه کنید دوستان در اینجا ما چی داریم یک نون داریم به با او میگفتن نون مستری حال میخوام این رو صرف کنیم صرف چی بود آوردن شش دوستان شش سیغه شش سیغه فعل در ساختار در واقع تصریف فعل را چی میگفتن؟ میگفتن صرف فعل میگفتن تصریف حال میخوایم از خواندن صرف کنیم خواندن اگر بخوایم دوستان فعل مازی او را صرف کنیم اینگونه گونه برای ساختن در واقع ابتدا ما چی دوستان بسازیم؟ مستر را در واقع میخوایم بون فعلش را بسازیم در بون مازی نون انتهای مستر را میاندازیم از خواندن خب خواندن نونش رو به انداز چی میشود؟ میشود خواند حال شناسه های ششگانه را در انتهایش جمع میکنیم چگونه میشه دوستان؟ میگویم خواند شش خواند می نویسیم دوستان نگاه کنید شش خواند را باید پشت سر هم نوشت خب این جزء ثابتی است که در همه اشخاص در واقع فعل دو سال می آید است که ثابت است نامش چی شد دو سال بن فعل بن فعل ماضی حالی در انتهای همه در واقع بن ها دو سال ما می شناسه ها رو اضافه می کنیم شناسه ها برای هر شخص جداست فرق می کند خب برایش اول شخص مفرد چی می شود خواندم دوم شخص خاندی سوم شخص خواند سوم شخص در این تایش شناسه ندارد وقتی شناسه ندارد ما یک علامتی میگذاریم به این شکل که در علم ریاضی به این چی میگفتن دوستان توهی میگفتن دهی سه ست توهی میگفتن خب توهی یعنی چی یعنی در اینجا در سوم شخص مفرد ما شناسه نداریم خب اشخاص جمع را اگه بخوایم ببندیم دوستان چی میشود خب اول شخص جمع خاندیم دوم شخص جمع خواندید و سوم شخص جمع خاندند نگاه کنید دوستان پس به طور کلی این گونه میشود خاندم خاندی خاند خاندیم خاندید خواندند او قسمت هایی که برنگ سرخ برای شما نوشتیم دوستان چی میشود؟ این میشود شناسه های فعل ما ها که نام دیگر شما چی میگفتیم؟ زمایر متصل خب از عزیز وارد درس جدید شویم بخش اول درس امروز ما در مورد یک از شاعران بسیار بسیار مشهور در حوزه حماسه سرایی است این شخصیت نامدار کسی نیست جز حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای دریس اشان متولد قریه پاژ توس است که در سال 329 هجری قمری در ایروسا و در این قریه به دنیا می آیند شروع نظم شاهنامه در سال 370 هجری قمری سالی که در واقع اول قاسم فردوسی توسی شروع می کند به نگارش شاهنامه در واقع سالی است که در واقع سه سال مانده سه سال مانده تا شخصیت به نام سلطان محمود غزنوی بر تخت پادشاهی بنشیند در این سال شروع میکند و شاهنامه را بعد از سی سال نگاه کنید دوستان سی سال طول میکشد تا شاهنامه را بنویسد در سال 400 هجری قمری نیز نظم شاهنامه خاتمه پیدا میکند به طوری که در یک بیت میگوید که بسی رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی خود در واقع حکیم اول قاسم فردوسی توسی در شاهنامه میگوید که سی سال طول میکشد تا ما شاهنامه را بنویسیم و این شاهنامه نزدیک پنجاه تا شهست هزار بیت است خب موضوع شاهنامه چیست؟ شاهنامه تاریخ قدیم سرزمین ما را از آغاز تمدن مردم تا ختم دوره ساسانی به دست مسلمانان به نگارش در آورده است در واقع از نخستین آدم شروع میکند نخستین کسی که در واقع پای بر عرصه حیات میگذارد ادامه پیدا میکند میرود میرود تا خاتمه پیدا میکند حکومت ساسانی و یزگرد سوم به دست مسلمانان از بین میرود و سلسله و حکومت ساسانیان خاتمه پیدا میکند تا او دوره را در واقع در شاهنامه به تصویر کشیده است شاهنامه دوستان به طور کلی به سه دسته تقسیم میشد به سه دوره دوره اول دوره اساطیری است دوره دوم دوره پهلوانی است و دوره آخر دوره تاریخی است که در واقع در اسلاید های بعدی به ادوار مختلفی که در این شاهنامه اشاره شده میپردازیم خب گفتیم دوره اولی که در شاهنامه ذکر شد دوره اساتیری است خب قصه جنگ ها و جنگ با دیوان است در این قسمت جنگ ما بین انسان ها با دیو ها شروع می شود و شکست دیو ها به دست انسان ها و اسارت اونها توسط انسان ها نگاشته و نوشته شده است و پادشاهی رسیدن زحاک و از میان رفتن او توسط فریدون و کاوه آهنگر با حمایت مردم یکی از داستانهای بسیار زیبا و قشنگی که در شاهنامه است نحوه به پادشاهی رساندن در واقع زحاک است زحاک فرزند پادشاهی است به نام مرداس که در واقع پدر را میکشد مرداس به دست زها کشتن می شود و در دوره جمشید شای اتفاق افتد. در دوره جمشید شاه جمشید شاه یک از شاهان بسیار مشهور و بسیار پرقدرت است در انتهای قدرت خود بسیار انسان متکبری می شود و ادعای خدایی می کند و ظلم بسیاری بر مردم روا می دارد مردم به دور زهاک گرد می آید و به کمک زهاک در واقع بر جمشید شاه فایق می شود و جمشید فرار می کند زهاک که در واقع می آید بر تخت پادشاهی می نشیند اهریمن یعنی شیطان شیطان می آید در قالب یک آشپز لباس آشپزی بتن می کند وارد قصر کی می شود زهاک میشد وارد قصر که میشود در واقع می خوریشت ها و قضاهای خوشمزه برای زهاک درست میکند یک روز زهاک بهشون میگوید که خب این آشپز را بیارید ما از نزدیک ببینیم کیست که قضاها را این طور خوشمزه برای ما درست میکند خب میآید در واقع اهریمن و در واقع می آید اون خود رو نشان میدهد و زهاک میگوید که یک خواسته از ما بخواه یک درخواست بکن که ما اجابت بکنیم اهریمن من می آید و می گوید که ما هیچ ای نداریم فقط تنها اگر اجازه بدهد من بر شانه های پادشاه بوسه بزنم بر شانه های پادشاه بوسه می زند بر شانه اول و شانه دوم و مارهای بسیار سمی و خطرناکی با بوسه در واقع بر شانه زهاک می روید خب ای که می روید چی می شود؟ اینجاست که زهاک می ترسد. بهریمند میگوید که اگر میخواهی که این مارها تو را نخورند باید چکار کنی باید روزانه دو نفر را بکشی و مغز سر آنها را به این مارها بخورانی اگر این مارها را نخورد مغز تو را میخورد همین امر باعث میشود که زحاک دستور دهد روزی دو نفر آدم را بکشند و مغز سر آنها را به خورد این مارهایی که بردوشش رویده بدهند بعد رو این ظلم و ستم زحاک در واقع بیشتر و بیشتر می شود تا که در واقع شخصی به نام فریدون که نوه جمشید می باشد قیام میکند قیامی که به واسطه به واسطه که اتفاق میافتد به واسطه فردی به نام در واقع کاوه که شغل آهنگری را دارد مردم اطراف کاوه را میگیرند و کمک در واقع فریدون میآیند و شی میکنند و زهاک را شکست میدم داستانش را دوستان در شاهنامه میتوانید پیگیری کنید که داستان بسیار زیبایی است دوره بعدی دوره پهلوانی است یا دوره حماسه سرایی است شروع پادشاهی فریدون گفتیم که فریدون نوه جمشید است و در تخت پادشاهی می و یک پادشاه بسیار مقتدر است که در واقع بعد خوش آران بسیاری از فریدون به نیکی یاد می به طوری که می فریدون فرخ فرشتن نبود به عود و به انبر سرشتن نبود به داد و دهش کرد این نیکویی تو داد و دهش کن فریدون توی نگاه کنید دوستان بعدها میاد داستان دلاوران و پهلوانان بسیاری در این قسمت شاهنامه در واقع دلاورانی چون زال رسم سهراب را اشاره میکند داستانی که در واقع بسیار خواندنی و دلچسب است زرتشت که در بلخ متولد می شود ظهور زرتشت در این دوره اتفاق می افتد که در موردش اشاره می کند. کشتن اسفندیار به دست رستم یکی از تراژدی ها و یکی از نکات بسیار جنگ های بسیار غمینی که اتفاق می افتد. کشتن اسفندیار به دست رستم است اسفندیار فرزند کیست دو فرزند پادشاهی است به نام گشتاست گشتاس در واقع یکی از شاهزاده های کیانی فرزند لحراس است که در واقع وقتی اسفندیار می آید ارجاس به تورانی را شکست می در نزد پدر می آید و میگوید که تخت پادشاهی و تاج پادشاهی را به ما بده و پدر میگوید که ما به شرطی به تو می دهیم که چیکار کنی تو بروی و رستم را بکشی و بد بیایی و تخت را از ما تحویل بگیری اسفندیار ناچارن به جنگ با رستم می آید و جنگ شروع می شود و اسفندیار به دست رستم کشته می شود در تاریخ شاهنامه آمده در داستان اسفندیار آمده است که می گویند ایشان روینتن است اسفندیار روینتن یعنی چی؟ یعنی ضد ضربه یعنی هر ضربه هر چیزی که به ایشان بخورد هیچ صدمه ای نمی بیند اسفندیار نه با شمشیر کشته می شود نه با تیر کشته می شود نه با چیز دیگری زمانی که در واقع اشان به دنیا می آید موبد موبدان زرتشت روحانی بزرگ زرتشت ایشان را در آب مقدس شستشو می دن. در آب که شستشو می دن چی می شود؟ تمام بدن این فرد که اسفندیار باشد روین تر می شود غیر از یک نقطه بدن او کجاست؟ او چشمان اسفندیار است داخل آب که قرار می کودک را کودک چشمانش را می بندد آب به چشمان آب مقدس آب روی تن به چشمانش برخورد نمی کند. در جنگ رستم با اسفندیار رستم بسیار جنگ ها می کند با اسفندیار به طوری که خسته می شد چی می کند می رود به نزد سیمرغ و می گوید که چیکار کنیم؟ سیمرغ می گوید تنها راه شکست اسفندیار ایست که شما بروی و از درخت خدنگ چوبی برداری و با او یک نیزه بسازی و یک تیری بسازید نیزه نه دوستان تیر تیری در واقع میسازد و دوباره به میدان جنگ به معرکه جنگ برمیگردد و تیر خدنگ را که آغوشته به چی کرده؟ به زهر کرده حرکت میدهد و با یک تیر میزند به چشمان اسفندیار و اسفندیار را اینگونه از پای در میارد در حماس های مختلف دنیا مقایسه کرده است اسفندیار را با آشیل آشیل یکی از پهلوانان بسیار بسیار نامی در حوزه ادبیات یونان باستان است که آشیل از ناحیه پاشنه پا از ناحیه پشت پا در واقع نقطه ضعف داشت و اسفندیار از ناحیه چشمان و در واقع ای دو فرد را به عنوان روینتن میشناسند خب بعد ادامه میداد بخش پهلوانی دو سان کشته شدن رستم به دست برادر شقاد یک برادر ناتنی دارد رستم به نام شقاد که در واقع شقاد در سر رای که رستم میآید به سمت حرکت میکند زمین را میکند یک چاله ایجاد میکند و نیزه های زهرالود را به طور عمودی قرار میدهد رستم با رخش خود میآید وارد چاله میشود هم زمانی که وارد میشود شقاد بر بالای چاله قرار میگیرد و می میخندد به رستم همون لحظه رستم هنوز برخورد نکرده به بر نیزه ها تیری از پوشش میکشد و در واقع رها میکند به سمت شقات و شغات رو میکشد و خود نیز با رخش در گودال میافتد و میمیرد پایان دوره پهلوانی در واقع با مرگ رستم اعلام میشود خب و دوره آخر شاهنامه دوستان دوره تاریخی است حمله اسکندر مقدونی و پادشاهی او بعد از مرگ داریوش یکی از شخصیت های مشهوری که در حوزه تاریخ بسیار شهرت دارد اسکندر مقدونی است اسکندر مقدونی در واقع پسر فیلیپ دوم پادشاه مقدونی است. فیلیپ پسر خود که در واقع اسکندر باشد در سن 16 سالگی تحت تعلیم یک شخصیت و یک استاد برجسته به نام که یک از فیلسوفان بزرگ دنیای غرب است می سفارت اشان به طوری که مشهور می شود بسیار از جاهای دنیا را فتح می کند به طوری که در سی سالگی نگاه کنید دوستان در اوج برنایی در اوج جوانی در سن سی سالگی یکی از ده یکی از ده فردی که در دنیا به عنوان امپراتور بزرگ از او یاد می شود از این فرد یاد می شود و در واقع اشان میآید و داریوش را از بین می ورد و به سلسله در واقع حقامرشیان پایان می داد. روی کار آمدن ساسانیان است. در واقع ما می که چهار سلسله هستند که در تاریخ شاهنامه مشهورند. یکی پیشدادیان است یکی کیانیان است یکی اشکانیان است و یکی ساسانیان است که نوه حکومتداری ساسانیان را به تصویر میکشد تا که در واقع ساسانیان به دست مسلمانان شکست میخورد و در انتها شاهنامه پایان مییابد خب یکی از نکاتی که دوستان برای شما میگوییم است که شعر حماسی به طور کلی ما میگوییم ادبیات چهار دسته داره به یک تفسیر و به یک تقسیم بندی یا ادبیات حماسی یا ادبیات تعلیمی است یا ادبیات غنایی است و یا هم ادبیات نمایشی است یکی از انواع ادبیات خود سان یا اشعار ما اشعار حماسی است که در مقابل اشعار چیست اشعار غنایی است غنا غنائی به معنای بزم است به معنای خوشگذرانی در مقابلش در مقابل بزم رزم قرار میگیرد که رزم در حماسه خود را معنا میکند حماسه در لغت به چه معناست به معنای شجاعت و دلاوری است پس این معنای لغوی کلمه حماسه است در اصطلاح به میگویم بیان قصه و روایت های افسانه یا تاریخی که اغلب به صورت شعر است به صورت منظوم است قهرمانان بزرگ کارهای خارق العاده انجام بدن که شاعر با شکوه و تعجب آن را به تصویر میکشند پس چی دوستان یک پهلوانی یک دلاوری در داخل حماسه در داخل شاهنامه ها وجود دارد که در واقع چکار میکند کارهای خارق العاده و شجاعانه از خود نشان میدهد خب حماسه حکایت افتخارات ملت ها و یادآوری قهرمانی های گذشته یا امروز آنهاست پس نگاه کنید دوستان افتخارات یک مردمی که در یک قلمرو سرزمینی مشخص جای دارند در حوزه حماسه قرار میگیرد. ویژگی اصلی حماسه چیست؟ این سوال بسیار مهم است دوستان در حوزه امتحانات شما این سوال بسیار میتواند مهم باشد. ویژگی اصلی حماسه تخیلی بودن و داستانی بودن است. در ضمن ای که حماسه میتواند واقعی نباشد. بر چیست در واقع؟ حماسه زائده ذهن خود شاعر یا نویسنده است و از دیگر وجود حماسه است که داستان است شکل داستان دارد وجود انسان های برتر و قهرمان از خصوصیات دیگر حماسه است شخصیت هایی دارد که دلاور است و پهلوان است وجود رویدادهای غیر طبیعی و خلاف عادت نیز در حماسه بسیار بسیار تکرار می شود خب یکی از اشکال حماسه یکی از نبردهایی که به عنوان تراژدی به عنوان داستان غمانگیز در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی توسی اشاره شده نبرد بین پدر و پسر است نبرد بین سهراب و رستم است در شاهنامه آمده است که روزی رستم خسته می شود از یک مسیر عبور می کند بر زیر یک درختی مشغول استراحت می شود رخش خود را نمی بندد. از خواب بلند می شود و می رخش نیست می رود نگاه می کند که رخش را پیدا کند به کنار جوی می رسد تشنست آب می بخورد نگاه می کند دختری مشغول چیست ایست که کوزه خود را از آب پر کند این دختر نامش چیست؟ نامش تحمین است رستم می و از این دختر خوشش می آید و خاصگاری می کند و در واقع پادشاه اون منطقه که این دخترش بوده او را در واقع زنی رستم در می آورد رستم که در واقع می آید بخواهد حرکت کند به سمت سیستان که محل تولد خود باشد به زن خود می گوید که تویی که الان در واقع آبستان هستی و فرزندی داری یک نشانه به تو می دان. یک بازوبند میدم یک مهره به شما میدم که ای را بگیرید زمانی که اگر خداوند به شما پسری داد این نشانه را بر بازوی او ببند و اگر خداوند به تو دختری داد او را به موی او ببند از غذا از میگذرد 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 رستم میرود به سمت سیستان و تخمینا صاحب یک فرزند پسر میشود نام او را چه میگذارند نام او را سهراب میگذارند چو کودک چهره شاداب کرد ورا نام تحمینه سخراب کرد سخراب در واقع گرفته شده از کلمه سرخ آب است سرخ آب یعنی چی؟ یعنی کودکی که رویش گونه اش لب پشتی باشد گلگون باشد سرخ باشد یعنی نشان دهنده یک فرزند بسیار بسیار تنومند و بسیار سالم و پهلوان خب بعدها میگذرد در واقع سهراب که در سرزمین توران است و رستم در سرزمین ایران جنگی فیما بین توران و ایران در میگیرد پادشاه ایران فردیست به نام کیکاووس و پادشاه توران کسیست به نام افراسیاب می و در میدان جنگ در واقع پهلوانان خود را ابتدا در مقابل هم قرار می اگر اگرچه اردو پادشاه خبر دارند که ای فرد پسر ای فرد است ای فردی که پدر است در واقع پدر ای کودک که نه یک در واقع فرزند جوان است و او نام سهراب از سهراب کسی بود که در سیزده سالگی قدرت بسیار زیادی داشت به طوری که با انسانها و پهلوانان نامی چل ساله می جنگید و پشت آنها را به خاک می مالید. حالی جنگ فیما بین دو فرد اتفاق میافتد که در واقع اول قاسم فردوسی توسی ای را به زبان نظم و زبان شعر به تصویر میکشد شعر را با هم می خالی. و کشتی گرفتن برآویختن زتن خون و خون را فرو ریختن و کشتی گرفتن براویختن. زتن خون خوی را فرو ریختن به طوری که رستم و سهراب با هم جنگ میکند و چی میشد دوستان به طوری که خون و عرق از بدن آنها سرازیر میشد بزد دست سهراب چون پیل مست برآورد از جای و بنهاد پست سهراب بلند می شود و رستم را از جای میکند و بر زمین میکوبد یکی خنجر آبگون برکشید همی خواست از تن سرش را برید سهراب یک خنجر در واقع تیزی را از غلاف میکشد و میخواهد سر از تن رستم جدا کند کسی کو به کشتی نبرد آورد سر مهتری زیر گرد آورد ایران رستن به سهراب میگوید که اگر یک پهلوانی پهلوان دیگری را شکست دهد چی میشد؟ نخستین که پشتش ند بر زمین نبرد سرش گر چه باشد بکین بار اول نباید سرش را به خاطر خشم و به خاطر کینه ببری ای در واقع یک رسم مبارزه است دلیر جوان سر به گفتار پیر بداد و ببود این سخن دلپذیر سهراب بر حرف رستم چی میکند؟ گوش میکند و سرش را نمیبرد زدش بر زمین به کردار شیر بدانست کو نماند به دوباره دو پهلوان شروع میکند به جنگیدن حال این دفعه چیکار میکند رستم پشت سهراب را به خاک ممالد میداند که این پهلوان جوان در واقع ایزیر ماندنی نیست و در واقع بلند میشه سبک سبک تیغ تیر از میان برکشید بر شیر بیدار دل بردارید رستم سری سبک یعنی سری سری یک دشنه را یک تیغی را کشد از غلاف بیرون می آورد و به پهلوی سهراب میزند کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون شبن در سیاهی شوی و گر چون ستاره شوی بر سپر ببر ریز روی زمین پاک مر ایرا سهراب بر رسم میگوید حال که تو مرا کشتی اگر آب شوی در داخل دریا اگر یک سیاهی شوی در دل شب اگر یک ستاره شوی بروی در آسمان و از زمین دل بکنی چه می شود؟ بخواهد هم از تو پدر کین من چو بیند خاک است بالین من پدر من برای انتقام از تو میآید. آید و چکار می کند. از این نامداران گردن کشان کسی هم برد سوی رستم نشان. از این پهلوانان نامی که در این میدان جنگ در این مرکز جنگ وجود دارد حتما این واقع را کسی برای رستم نقل میکند که رستم پدر من است که سهراب کشته است و افکند خار همی خواست کردن تو را خواستار نگاه کنید که میگویند که سهراب بر روی زمین افتاده و کشته شده و او انتقام مرا از تو خواهد گرفت چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشمندرش تیره گشت وقتی که رستم این سخن را میشنود جلاو چشمانش تیره و تار میشود تمام بدنش سوست میشود بپرسید زان پس که آمد به هوش بدو گفت با ناله و با خروش رستم زمانی که کمی به حال می آید نگاه میکند حالی با عصبانیت با ناله سوالی از سهراب میپرسد که اکنون چه داری زرستم نشان که کم با نامش زگردن کشان که اگر تو میگویی رستم یک انسان پهلوان است که نامش نباید پهلوان گذاشت چه نشانه ای از رستم داری؟ کدام نشانه را از رستم داری؟ چو بکشاد خفتان آن مهره دید همه جامعه برخیشتن بردارید زمانی که این زره را این لباس جنگی را کنار زد بر بازوی خود که اون نشان اون مهره را داشت در واقع نشان داد نشان کی داد؟ نشان رسم داد حالا رستم میبیند چه میکند همی ریت خون و همی کند موی سرش پر زخاک و پر از آب روی زمانی که رستم یه صحنه را میبیند موی سرش را میکند و خون گریه میکند و خاک بر سرش میریزد و گریه های بسیار بسیار یاد میکند بدو گفت سهراب کین بد است به آب دودیده نباید گریست سورا به میگوید حالی کار رو تو کردی تو پدر من بودی تو مرا نمیشناختی حالی نباید گریه بکنی گریه کردن کار کودکان است گریه نکن از این خیشتن کشتن چه سود چنین رفت و این بودنی کار بود از اینکه خودت مرا کشتی خودت مرا کشی یعنی خودت خودت را کشی. چه سودی کردی؟ چه فایده کردی؟ حالی تقدیر ما بود گریه نکن. گریه کار پهلوانی چون تویی که رستمی نیست. خب شاهده عزیز وارد بخش دوم شدیم در حوزه دستور زبان میپردازیم به یک مفهومی به یک نقشی تحت عنوان زمیر اشاره گفتیم زمیر کلمه است که جانشین اسم شود هدف از آوردن زمیر جلوگیری از تکرار یک اسم است حالی گفتیم که زمایر سه دسته هستند سه قسمت هستند یا زمایر زمایر متصل هستند یا زمایر زمایر منفصل هستند و یا هم زمایر اشاره هستن حالی به زمیر اشاره میپردازیم میگوییم که زمیر اشاره چیست؟ زمیر اشاره به زمیری گویند که به چیز دور یا چیز نزدیک اشاره میکند پس این تعریف زمیر اشاره که برای اشاره به یک چیزی که در دور است یا چیزی که در نزدیک است اشاره میکنیم حالا اگه او چیزی که در اطراف ماست به نزدیک ماست اشاره بکنیم او چی میشود؟ از زمیر این استفاده میکنیم دوستان میگویم چی؟ این پسر این پسر اگر اشاره به دور باشد برای اشاره به دور از ضمیر اشاره آن استفاده میکنیم چی میگوییم؟ میگوییم آن دختر آن دختر پس برای اشاره به نزدیک این برای اشاره به دور آن میشود خب عالی علامت زمیر اشاره این است که میتوان آن را در جمله جمع بس این نشانه چیز زمیر اشاره است زمایر اشاره در ساختار جمله قابلیتی ای را دارن که جمع بسته شود نشانه های جمع چی بود؟ یکیش ها بود دوستن یکیش الف و نون بود این در واقع نشانه های جمع بودن مانندش چی؟ میگوییم اینها از آنها بهتر هستند زمایر اشاره اینو نگاه کنید دوستان که آمده چی کار شده جمع بسته شده نشانه جمع چی شده هایی که در این ای زمائر آمده میگیم چی اینها آنها این قابلیت چیه زمیر اشاره گاهی بجای اینها و آنها از کلمات دیگری هم میشه استفاده کرد او کلمات چی هستن بگوییم آنان و اینان بگوییم چی بگوییم آ... مثلا بگیم اینان از آنان بهتر هستند. پس یه قابلیت جابجایی هم داره گاهی به این و آن اسم اشاره و در این اواخر صفت اشاره هم گفته می شود پس ما به دوستان به اسم اشاره به زمیر اشاره چی هم میگوییم به اون صفت اشاره هم میگوییم البته یک تفاوت جزئی هم داره چیه این که در حالتی که نتوانیم این و آن را جمع ببندیم پس صفت اشاره صفت هایی هستند که قابلیت جمع بستن ندارد ما زمیر اشاره گفتیم زمایر اشاره زمایری هستند که باها جمع بستن میشن ولی صفت اشاره قابلیت را ندارد فقط به صورت مفرد می آید چی؟ ماننده این اتاق کلانتر از آن اتاق است نگاه کنید دوستان این اتاق از آن اتاق این و آن در اینجا چیه؟ در اینجا صفت اشاره زمیر اشاره چیه؟ نیست دوستان خب کار خانگی جلسه بعد شما برای جلسه بعد این کار خانگی رو دوستان انجام دهید شایدان عزیز به سوالات زیر جواب دهید زمیر اشاره برای دور کدام است؟ زمیر اشاره برای نزدیک کدام است؟ و سوال سوم در چه حالتی به این و آن صفت اشاره گفته می شود این سوال را برای ما جواب دهید خب شاگردای عزیز در پایان جلسه 16 هم رسیدیم عزیزان دلبند خسته نباشید مانده نباشید کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید دو سف نوستد و شست و هفتصد و هشتاد، دو سد و پینجا و پنج چهل آماده دریافت نظرات شما پیشنهادات شما در حوزه زبان و ادبیات دری خواهیم بود عزیزان جان خداوند یار و نگهدارتان